همراه بشیم با همکارم بردیا افشین که از مقابل ساختمان وزارت خارجه لندن همراه من هست. بردیا، آیا آقای بهشتی همچنان مصممه که به اعتصاب غذای خودش پای ادامه بده؟ سمیرا، وحید بهشتی نحیفتر به نظر میرسه، روز به روز بیشتر از قبل و حتی صداش در ظاهر ضعیفتر و اما با همون صدای ضعیفتر میگه که قاطع‌تر مصمم‌تر تا به راه خودش ادامه بده. اما اون وضعیت پزشکیش در آغاز هشتمین هفته تحسنش اینجا خیلی‌ها رو نگران کرده، نزدیکانش رو نگران کرده، همونجوری که اشاره کردی پزشکش رو نگران کرده. از صبح اینجا خیلی از شهروندان لندن که حمایت می‌کنن از وحید بهشتی و اراده او رو ستایش می‌کنن اومدن کنارش، ازش خواستن که ادامه نده چون که این اون رو تهدید جانی میدونن، حتی به گفته پزشک که پزشک در واقع گواهی داده به این موضوع. و میدونیم که وحید بهشتی از آغاز تا به حال نزدیک به 20% وزن بدنش رو از دست داده. پزشکش به او توصیه کرده که روی صندلی چرخدار قرار بگیره چون توان راه رفتن نداره، اما اون میگه که از پا نخواهد نشست و پزشکش نگران این که اعضای داخلی بدنش از کار بیفته، کلیهش، قلب او، چون 50 روز کار ساده‌ای نیست، او چیزی نخورده طی این مدت و پزشک او بسیار بسیار نگرانه و اون نامه رو فرستاده که توضیح بده شرایط نگران کننده رو. اما خود وحید بهشتی الان کنار منه تا از حالش بیشتر بپرسم. آقای بهشتی، در آستانه آغاز هفته هشتمی آیا می‌خواید به این وضعیت با این وضعیت بدنیتون ادامه بدین؟ منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. بله، ما از روز اول گفتیم که این یک راهیه که تا لحظه‌ای که ما به این هدف برسیم ادامه میدیم. حالا امروز روز 50مه، نمیدونم چقدر طول بکشه، ولی امروز صبح در مصاحبه من با رادیو 4 BBC گفتم که این راهیه که من شروع کردم و امکان نداره که متوقف بشه. اینجا هستم که به اینها بگم کسانی هستن که حاضرن هزینه بدن برای دفاع از ارزش‌ها. من یه دونه از اون آدم‌ها هستم. و شما با درد زانوتون گفتین که اگه اراده ای نداشته باشه نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناک که پا بذاره بیاد اینجا، یک چند قدم رو طی کنه از خانه شما 10 بیاد اینجا، خودتون حاضرین که به دیدارش برین. فکر میکنین که آیا اونها به حرفتون گوش میدن؟ همین الان ما شاهد بودیم جیمز کلیورلی وزیر امور خارجه از اینجا رد شد و سعی کرد حتی نگاهش از سوی شما بدوزه. فکر میکنین که دولت بریتانیا بالاخره صدای شما رو میشنوه؟ یه جنگه، به هر حال اونا مقاومت میکنن، ما همینجا مقاومت میکنیم. من میدونم که الان خیلی اون داخل با توجه به اخباری که من دارم صحبت من هست و نمیدونند که با من چه بکنند و امروز هم که دیگه از 50 روز گذشته و به هر حال اگر سیاستمداری به نظر من عاقل بود سعی میکرد در همون 2 هفته اول این مسئله رو به یک جوری به یک صورتی مدیریت کنه، ولی دیگه الان از دست در رفته و من از روز اول خیلی قوی تر هستم. درسته که از لحاظ بدنی ضعیف شدم و توضیحاتی که شما دادید، ولی از لحاظ اراده و از لحاظ اون عزم مثل یک کوهی هستم که 1 میلیمتر از این خواسته که عقب نمیشینم و همون شعاری رو که بچه های ایران دادن تکرار میکنم که قسم به خونه یاران ایستاده ایم تا پایان، ما ولکن این ماجرا نیستیم. خیلی ممنون وحید بهشتی. سمیرا، وحید بهشتی بود که در 50مین روز از تحسن اعتصاب غذاش گفته که دست نمیکشه از این اقدامش و ادامه میده برای تامین هدفش که خودش همواره تاکید کرد این هدف یک هدف شخصی نیست، یک هدف جمعی است و بازتابی است از اراده معترضین ایرانی علیه جمهوری اسلامی و امیدواره که بالاخره دولت بریتانیا به این خواسته تن بده. بله، خیلی ممنونم از تو بردیا افشین و از مهمان آقای بهشتی.